در صحیح بخاری حدیث شماره 4777 و صحیح مسلم حدیث شماره 8 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود روزی پیامبر صلی الله علیه و و سلم به میان مردم آمدند مردی به حضورشان رسید و پرسید ایمان چیست پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند ایمان آن است که به الله عزوجل و فرشتگان و رسیدن به حضور الله عزوجل در روز قیامت و رسالت پیامبران و زنده شدن بعد از مرگ باور و اعتقاد قطعی داشته باشی آن مرد پرسید اسلام چیست پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم فرمودند اسلام آن است که الله عزوجل را پرستش کنی و هیچ شریک و انبازی برای او قرار ندهی نماز فرض را به نحو احسن به جا آوری زکات واجب را بپردازی و ماه رمضان روزه باشی آن مرد پرسید بهترین و خالصترین عبادت کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله علی سلم فرمودند خالصان ترین عبادت آن است که عبادت الله عز و را با حالتی انجام دهی که تصور کنی در حضورش ایستاده ای انگار او را مشاهده می نمایی و اگر تو الله عز و را نمی بینی حتما او تو را می بیند. آن مرد پرسید روز آخرت چه وقتی است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند من در این مورد از تو عالم تر نیستم ولی علامت و نشانه های آن را برایت ذکر می نمایم. وقتی که مادر به صورت کنیز اولادش درآید و اولاد نسبت به مادرش بی ادب شود و مانند کنیز با او رفتار نماید. نشانه دیگران است که افراد جاهل و نادان و تازه به منصب و دوران رسیده با پول و ثروتی که به دست می آورند بر دیگران فخر می فروشند و به حق آنان تجاوز می نمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پنج چیز است که جز الله عزوجل کسی به آنها علم و آگاهی ندارد آنگاه این آیه را تلاوت کردند این الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تخصیب غدا وما تدری نفس بی ای تموت علم به آمدن روز آخرت تنها پیش الله عزوجل است و الله است که باران را نازل می کند و می داند که در رحمها چه وجود دارد و کسی نمی داند فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند در چه جا و مکانی خواهد مرد پس از این سال و جواب آن مرد از حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شد و رفت پیامبر صلی الله علیه و و سلم فرمودند او را به نزد من بازگردانید وقتی که خواستند او را برگردانند کسی را ندیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، این مرد جبرئیل بود، آمده بود تا دین را به مردم یاد بدهد.